اثر بخشی تغییرات اخیر در کابینه پرزیدنت ترامپ برای ایجاد دگرگونی در ایران در کانون صحبت‌های دیشب مقامات پیشین آمریکایی در مراسم نوروزی شورای ملی مقاومت ایران بود که در یکی از معروف‌ترین هتل‌های پایتخت آمریکا برگزار شد. همکارم فرهاد پولادی در گزارش خود از این مراسم و جزئیات بیشتر آن توضیحاتی می‌دهد. مراسم که در هتل میفلاور شهر واشنگتن برگزار شد و با پخش موسیقی و پذیرایی با غذاهای ایرانی ویژه نوروز همراه بود، تام ریچ اولین وزیر امنیت داخلی آمریکا در گفتگو با بخش فارسی صدا آمریکا انتخاب آقای بولتون را نوید بخش تغییرات ژرف در ایران دانست. آنچه انتخاب آقای بولتون را بسیار جالب و هیجان انگیز می کند این است که وی فردی شفاف، صریح و رگوست. او درباره نتایج سازش با ملاها در تهران، درباره حمایتش از سازمان مجاهدین خلق و خانم رجوی و درباره نیاز به دستیابی به ایرانی آزاد و رها شده و بدون هر گونه تسلیحات اتمی بارها صحبت کرده است. دیدگاهش در راستای سیاست دولت پرزیدنت ترامپ برای مقابله با نفوذ ایران در یمن، سوریه و دیگر نقاط خاورمیانه است. بنابراین از دید من انتخاب فردی که نگرانی‌های خاصی برای مقابله با ایران به عنوان دولت رتبه نخست حامی تروریسم دارد بسیار مثبت است. is a very positive development. رابرت جوزف که پس از آقای بولتون در سمت معاون وزیر خارجه در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین الملل کار کرده است، ابراز امیدواری کرد که معرفی همکار پیشینش به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید و همچنین جابجایی مایک پامپئو از CIA به وزارت خارجه بتواند به تغییر رژیم در ایران کمک کند. هر دو گزینه‌های پرزیدنت ترامپ روحیه و عزم جدیدی را برای دستیابی به اهدافی که همه ما به دنبال آن هستیم برای دولت به ارمغان می‌آورند. از دید من هدف اصلی سرنگونی رژیم است. تغییر رژیم تنها راه حل برای مردم ایران است. رژیمی که آن را سالیان دراز تحمل کردند. آرزومندم در چارچوب روحیه ایام نوروز که تحول را به همراه می آورد، ما شاهد تحول خوبی برای مردم ایران باشیم. آدم ارلی سفیر پیشین آمریکا در بحرین ترمیم اخیر در کابینه را امری عادی دانست و گفت گزینه‌های جدید همسوتر با ریاست جمهوری سیاست و راهبرد او را در قبال ایران به پیش می‌برند. آن دو مانند ترمز روی خود را عمل می‌کردند. حالا این ترمزها رفتند و به جای آن آقایان پامپئو و بولتون مثل پدال گاز عمل می‌کنند و به سیاست پرزیدنت ترامپ در قبال ایران شتاب خواهند داد. این دو دیدگاه نظراتی قاطع نسبت به ایران دارند و می‌دانند که رژیم صرفاً با اعمال فشار مضاعف رفتار و اقداماتش را عوض خواهد کرد. نتایج ملموس این تغییر را ما در خروج از برجام و اعمال تحریم‌های سخت شاهد خواهیم بود. علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا در گفتگو بخش فارسی صدای آمریکا انتخاب آقای بولتون را اقدام امیدوارکننده برای تحقق یافتن راهبرد دولت آمریکا در قبال ایران دانست. اون چیزی که تضمین می‌کنه که توی منطقه صلح و ثبات باشه و اون چیزی که تضمین میکنه که این جنگ طلبی‌های رژیم متوقف شه یک سیاست قاطع علیه رژیم هست و به همین دلیل ما برای آقای آمباسادور بولتون آرزوی بیشترین موفقیت و پیشبرد همین سیاست رو در دولت جدید میکنیم. آقای جعفرزاده همچنین از پیام نوروزی پرزیدنت ترامپ که عمدتاً بر مقابله با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استوار بود استقبال کرد. از سرکوب فیزیکی تا سرکوب سایبری که همش در دست سپاه هست و همین دلیل ما خیلی استقبال میکنیم و فکر میکنیم که این سیاست باید اتفاقا بیشتر از گذشته قاطع‌تر باشه. محدودیت‌های مشخص مادی علیه رژیم و مشخصا علیه سپاه اعمال بشه، چون در این صورت کار مردم ایران برای یکسره کردن کار این نظام خیلی ساده تر میشه. البته سرنگونی این رژیم به دست توانای مردم ایران و مقاومت ایران خواهد بود و این اقدامات دولت آمریکا میتونه بسیار کمک کننده باشه به مردم ایران. این مراسم اندکی پس از پیام نوروزی پرزیدنت ترامپ برگزار شد که در جریان آن آقای ترامپ نوید مقابله قاطع تر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را داده بود. فرهاد پولادی، صدا آمریکا.